چهارمین اجلاس امنیت اتمی به زودی برگزار می شود. سران بیش از 50 کشور و سازمان بین المللی پنج شنبه و جمعه این هفته در واشنگتن گرد هم می آیند تا چارچوبی را برای تامین امنیت مواد اتمی و راه های جلوگیری از افتادن این مواد به دست گروه های تروریستی نهایی بکنند. این موضوع با توجه به حملات اخیر در پاریس و بروکسل اهمیت دو چندان پیدا کرده، چنانچه شنبه رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی هفتگی خود گفت مبارزه با داعش را در این اجلاس مطرح خواهد کرد. تامس کانتریمن مدیر کل معاونت امنیت بین المللی و عدم تولید و گسترش تسلیحات اتمی در وزارت خارجه آمریکا میگوید اجلاس امسال صرفاً محدود به صدور اعلامیه نخواهد شد. This year's summit is not just about declarations but about real world results. It's not just the elimination of highly enriched uranium. می‌خوایم امسال نتیجه واقعی بگیریم. موضوع تنها از بین بردن اورانیوم با غنای بالا یا پلوتونیوم ذخیره بسیاری از کشورها نیست. می‌خوایم امنیت فیزیکی و مهمتر از اون مقررات تامین امنیت در کشورهایی که میزان قابل توجهی مواد سوخت اتمی دارن را بهبود بخشیم. نخستین بار 7 سال پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی عمومی در پراگ صحبت از ضرورت تامین امنیت مواد اتمی کرد و یک سال بعد خود میزبان نخستین اجلاس از این سری در شهر واشنگتن بود که پس از آن دو نشست دیگر، یکی در سئول پایتخت کره جنوبی و دیگری در لاهه هلند برگزار شد. اجلاس امسال آخرین نشست بین المللی خواهد.